همزمان با بازگشت تیم مذاکره کننده آمریکا به وین در هفته آینده، بلینکن میگوید مطمئن نیستیم ایران برای به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام جدی باشد. پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 و ساعت 13 به وقت ایران. در ادامه خبرها، احتمال ادامه مذاکرات ایران و عربستان سعودی در بغداد. خبرگزاری فرانسه میگوید ریاض به دولت بایدن نشان داد اهل گفتگوست. انتخابات سراسری در بریتانیا، بزرگترین انتخابات محلی در 2 سال اخیر در انگلستان، ویلز و اسکاتلند در حال برگزاری است. کشورهای عضو گروه 7 از ایران خواستند زندانیان 2 تابعیتی و خارجی که به طور خودسرانه بازداشت کرده را آزاد کند. وزرای 7 کشور صنعتی جهان همینطور از ادامه نقض حقوق بشر در ایران عمیقا ابراز نگرانی کردند. این کشورها در بیانیه‌ای تاکید کردند هرگز به ایران اجازه نخواهند داد تا به سلاح هسته‌ای دست یابد. کشورهای گروه 7 همینطور حمایت خود از تلاش‌ها برای انجام تحقیق کامل و معتبر درباره پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی را اعلام کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نسبت به جدیت جمهوری اسلامی ایران برای احیای توافق برجام ابراز تردید کرد. بلینکن تاکید کرد دولت آمریکا جدیت خود برای پیشبرد برجام را نشان داده، ولی از اینکه ایران قصد دارد اقدامی متقابل انجام دهد اطلاعی ندارد. او همینطور نسبت به افزایش فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ایران که می‌تواند زمان دسترسی به اورانیوم لازم برای ساخت بمب هسته‌ای را کوتاه‌تر کند هشدار داد. همزمان وزارت خارجه آمریکا از آغاز ادامه مذاکرات احیای برجام در هفته پیش رو خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران می‌گوید اگر همه متحد باشند و دغل‌بازی نشود، تحریم‌ها به زودی لغو می‌شوند. این سخنان درست ساعتی بعد از آن بود که وزیر خارجه آمریکا گفت نتیجه انتخابات ماه آینده تأثیری در مسیر مذاکرات ندارد، چرا که حرف آخر را رهبر جمهوری اسلامی خواهد زد. مشتبه پور محسن گزارش تهیه کرده، ببینیم. رئیس جمهوری که به نام تدبیر امید روی کار آمد و آخرین پناه مردم یعنی امید را برباد داد، باز هم خبر امیدوار کننده داد. از نظر من به عنوان رئیس دولت به مردم اعلام میکنم تحریم شکسته شده. او اما توپ را به میدان فرمانده فرستاد. اگر گزارش درست باشه، اگر دغلکاری نشه، اگر جناح بازی نشه و ما گزارش رو درست به گوش مردم برسانیم. کسی که میگوید دیپلمات نیست، من دیپلمات نیستم، من انقلابیم، اما تمام تصمیم‌های سیاست خارجی را خودش می‌گیرد. کسی که چند روز پیش آخرین پرده از حجاب سیاست دیپلماسی را هم کنار زد. اینجا در کشور ما هم همینجوره. شورای عالی امنیت ملی است، همه مسئولین در اونجا حضور دارن. تصمیم گیری میشه، وزارت خارجه با شیوه‌های خودش باعث اونها رو عملی بکنه. و پیامی که نه فقط در داخل ایران بلکه در تمام دنیا دریافت شد. حتی دولت میانه‌روی بایدن در آمریکا که وزیر خارجه‌اش همزمان با مذاکرات احیای برجام صراحتاً از نقش کلیدی علی خامنه‌ای می‌گوید. با اینکه این موضوع چه تأثیری در مذاکرات هسته‌ای خواهد داشت؟ خب من فکر می‌کنم مشخصه که در نظام ایران چه کسی تأثیرگذاره و اون رهبر ایرانه که باید تصمیمات اساسی رو بگیره. او در گفتگو با فاینانشل تایمز گفته برای رفع تحریم راه درازی در پیش است. همونطور که یکی از همکارام گفته هنوز راه خیلی درازی در پیشه که باید طی بشه. از وین خبر میرسد که واشنگتن پذیرفته تحریم‌هایی را که مرتبط با برجام هستند و در دوره ترامپ علیه تهران اعمال شده لغو کنند. تحریم بخش انرژی ایران که شامل نفت و گاز و اینها میشه، یا تحریم صنعت خودرو، یا تحریم مالی و بانکی، تحریم بیمه، تحریم بنادر، همه این تحریم‌ها باید برداشته بشه و توافق هم در موردش وجود داره. اما جمهوری اسلامی دلخوش به این مقدار نیست. تهران میگوید همه تحریم‌ها باید لغو شود. از جمله مهمترینشان قانون تحریم کاتسا که به دلیل حمایت از تروریسم و گروه‌های شبه نظامی در منطقه، نقض حقوق بشر و برنامه توسعه موشک‌های بالستیک علیه جمهوری اسلامی وضع شده. همینطور تحریم بیش از 1500 شخصیت حکومتی از جمله فرماندهان سپاه پاسداران.
تحریم‌هایی که ربطی به زندگی مردم ندارد و مربوط به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه است. با واکنش علی خامنه‌ای به فایل صوتی ظریف، چهره‌ها و نهادهای نزدیک به او برای حمله به وزیر خارجه مسابقه گذاشتند، حتی از آنتن تلویزیون حکومتی ایران. آقای ظریف در دیدار با کدام مقام بین‌المللی گفته بود اگر غرب با ما توافق نکند رقیب ما انتخابات را می‌برد. و نماینده این وزارتخانه هم اطمینان می‌دهد که نماینده نظام است. شکل توافق قطعاً بر اساس مواضع قطعی نظام خواهد بود، هیچ تردیدی در این نیست. نظامی که حالا به جهان اعلام کرده میدان جنگ را به عرصه دیپلماسی ترجیح می‌دهد. میدان حاکم بر اظهار نظرهاست، میدان حاکم بر همه چیزه. و در شرایطی که اقتصاد ایران رو به ویرانی گذاشته، اولویتش تأمین مالی سپاه پاسداران است. بلینکن، روحانی و بسیاری از سیاستمداران می‌دانند برداشتن تحریم دست کسی است که سیاست‌هایش باعث تحریم‌ها علیه ایران شده. علی خامنه‌ای که چند روز پیش با حرفایش نشان داد هنوز دلش با رفع تحریم ها نیست. یعنی طرف مقابل وقتی دید که کشور از تحریم ضربه نخورد و زنده شد و تلاش درونی او بیشتر شد، خودش ناگزیر میشه که تحریم رو بردار. شاید برداشتن تحریم های سپاه پاسداران و بازگرداندن رسمی پول به میدان دل او را نرم کند. نرمش قهرمانانه. تجربه‌ای که نشان داده شاید باعث افزایش فعالیت‌های مخرب در منطقه و بازگشت دوباره تحریم‌ها شود. مشتبه پور محسن، ایران اینترنشنال. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس انگلستان همراه ما هستند. خوش اومدید. خب در حالی که در هفته گذشته خبرهایی در مورد کم شدن فشار تحریم‌ها و آزاد شدن بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران شنیده می‌شد، دوباره شاهد ابراز نگرانی وزیر خارجه آمریکا در مورد جدیت ایران در مورد مذاکرات برجامی هستیم. ارزیابی شما در این باره چی هستش؟ بله، بر اساس اظهارات بعضی از مقامات مطلع اتحادیه اروپا که منتشر شده، به نظر میرسه که دو مشکل هست. میدونید که در این مذاکرات وین دو کارگروه تشکیل شده. کارگروه بر به اصطلاح تمرکزش بر این هست که بر سر تحریم‌ها هست، چه تحریم‌هایی و به چه ترتیبی برداشته بشه. یک کارگروه در مورد اینکه اقدامات ایران در بازگشت به برجام در رابطه با تعهدات هسته‌ایش چی است. در بخش تحریم‌ها ایران مصر هست که حتی تمام تحریم‌ها، من جمله تحریم‌هایی که مربوط به نقض حقوق بشر و یا برنامه موشکیش هست، هم برداشته بشه، که ظاهراً آمریکا خیلی موافق این برنامه نیست. در بخش تعهدات هسته‌ای هم آمریکا معتقد هست که در این مدتی که ایران به تعهداتش عمل نکرده، بعضی‌هاشون رو نقض کرده، نفس بازگشت به برجام کافی نیست، چون زمان موسوم به گریز هستی ایران بسیار کم شده و ایران لازم هست که کارهای بیشتری انجام بده که در واقع به نسل و روح برجام قبل از خروج آمریکا برگرده. بر سر این هم نظر میرسه توافق مشخصی هنوز وجود نداره، ولی خب برخی از این اظهاراتی که شده در رابطه با عدم جدیت از دو طرف میتونه یک نوع تاکتیک برای فشار باشه. ایران میگه که نزدیکیم به توافق، تا احیانا اگر توافق صورت نگرفت تقصیر رو بر گردن طرف مقابل بندازه، طرف آمریکا. آمریکا هم خب میخواد فشار بیاره به طرف ایران، ولی خب واقعیت این است که اختلافات جدی هست بر سر این دو مسئله که عرض کردم. اما جناب متین، هفت کشور صنعتی جهان هم در بیانیه پایان نشستشون نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران و مقدار و ساعت غنی‌سازی هشدار دادن. این بیانیه چه پیامی برای ایران داره؟ به نظر من این بیانیه میتونه خیلی مهم باشه، چون در دوران آقای ترامپ یک حالت تکروی بود که به اصطلاح اثر بخشی تحریم‌های آمریکا رو تا حدودی کم میکرد، چون کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای مهم جهان بالاخره فکر میکردن که این اقدام آمریکا یک جانبه بوده. ولی در این مقطع فعلی آمریکا خب وارد مذاکره شده، یک هیئت حتی در وین هست، حاضر شدن حتی غیر مستقیم با ایران به این شکلی که فعلا می‌بینیم مذاکره بکنن. در نتیجه در واقع توپ در زمین ایران هست و اگر احیانا مذاکرات نتیجه نده، کشورهای دیگر اروپایی و کشورهای عضو جی 7 حتما جبهه به اصطلاح متحدتری با آمریکا اتخاذ خواهند کرد در رابطه با ایران. بله، خب زندانیان دو تابعیتی چی؟ از دیگر مواردیه که نگرانی کشورهای گروه 7 رو به دنبال داشته. آیا مذاکرات برجامی میتونه گشایشی در مورد زندانیان دو تابعیتی در ایران به وجود بیاره؟
تاریخ عملکرد جمهوری اسلامی نشون داده که این زندانی های از این گونه واقعا یک حربه هستن برای مذاکرات دیپلماتیک در عرصه‌های مختلف. من خیلی بعید میدونم که این زندانیان بدون توافق در مورد برجام آزاد بشن و این حربه به نظر من مهمتر شده به این دلیل که میدونید در یکی دو روز اخیر این دیپلمات ایرانی آقای اسدی در بلژیک که در زندان هست، دولت بلژیک گفته که مخالف هر گونه به اصطلاح معامله سیاسی بر سرش هست، طرف ایرانی درخواست فرجام خواهیش رو پس گرفت و برای ایران مهم است که بتونه در آینده حداقل در این مورد مواردی نظیر مورد آقای اسدی حربه‌ای داشته باشه که بتونه فشار بیاره به طرف مقابل. در نتیجه من بعید میدونم که این زندانیان دو تابعیتی رو جدا از به اصطلاح یک توافق بزرگتر در رابطه با مسئله هسته‌ای و روابط ایران با اروپا آزاد بکنن. ممنونم از شما کامران متین، استاد روابط بین‌الملل از دانشگاه ساسکس برایتون در بریتانیا. ممنونم که تا این بخش همراه ما بودید. تا دقایقی دیگه برمیگردیم، با ما بمونید. خوش اومدید. نگاهی دوباره بندازیم به سرخط خبرها تا این ساعت. همزمان با بازگشت تیم مذاکره کننده آمریکا به وین در هفته آینده، بلینکن میگوید مطمئن نیستیم ایران برای به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام جدی باشد. احتمال ادامه مذاکرات ایران و عربستان سعودی در بغداد، خبرگزاری فرانسه میگوید ریاض به دولت بایدن نشان داد اهل گفتگوست. انتخابات سراسری در بریتانیا، بزرگترین انتخابات محلی در دو سال اخیر در انگلستان، ویلز و اسکاتلند در حال برگزاری است. خبرگزاری فرانسه به نقل از چند منبع آگاه تایید کرد بعد از آنکه مقام‌های ایران و عربستان سعودی در 20 فروردین در بغداد دیدار کردند، مقام‌های ریاض انتظار دارند در ماه جاری هم چند دیدار مشابه داشته باشند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع نزدیک به مقام‌های عربستان سعودی گزارش داد سطح خواسته‌های ریاض در گفتگوهای قبلی خود با ایران پایین بوده و عربستان سعودی با این کار به دولت بایدن نشان داده که اهل گفتگوست. این در حالی است که روز گذشته برهم صالح رئیس جمهوری عراق در مصاحبه‌ای با اندیشکده بیروت گفته بود بغداد بیش از یک دور از مذاکرات تهران و ریاض را میزبانی کرده است. پیشتر نیویورک تایمز گزارش داد مذاکره اخیر مقامات دو کشور در بغداد میان خالد الحمیدان رئیس سازمان اطلاعات عربستان سعودی و سعید ایروانی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برگزار شده. گفته می شود جنگ یمن از جمله محورهای مذاکره مقامهای دو کشور است. همزمان وزیر خارجه عراق در کنفرانسی مطبوعاتی در روم پایتخت ایتالیا اعلام کرد دولت عراق میزبان گفتگوهای اعلام نشده ایران و عربستان سعودی بوده است. به گفته فؤاد حسین، بغداد در این دیدارهای منطقه‌ای نقش آفرینی کرده چرا که از این جهت میتواند منازعات داخلی را مدیریت کند. همکارم تروسک صادقی از اربیل به ما پیوست. تروسک خوش اومدی. جزئیات بیشتر از صحبت‌های رئیس جمهور عراق، اشارهش به گفتگوهای تهران و ریاض و نقش ایران در عراق چی هستش؟ خب برهم صالح رئیس جمهور عراق در کنار صحبتاش در مورد امنیت و اوضاع سیاسی عراق و تأثیر منازعات منطقه‌ای بر عراق به نقش ایران هم اشاره کرد و گفتش که ایران همسایه مهمی برای عراق هست، در زمان خودش در جنگ علیه داعش کمک بزرگی به عراق کرده و گفتش که اونا نمیخوان به دوره نزاع و تنشی که در دهه‌های گذشته عراق با ایران داشته برگردن. در صحبتاش تأکید کرد که عراق با تنش‌های منطقه‌ای روبروز از جمله ایران و کشورهای منطقه‌ای و برای دور کردن عراق از این تنش‌ها اونا نیازمند این هستند که به کمک این کشورها، یعنی همسایگانش نیاز داره تا عراق به استقرار و ثبات برسه و در همین جهت اشاره کرد به تلاش عراق برای نزدیک کردن دو بازیگر مهم منطقه‌ای که منظورش تهران و ریاض بود و گفتش که بیش از یک بار بغداد میزبان این گفتگوهای بین دو کشور بوده و جزئیات بیشتری البته ارائه نداد، ولی گفتش که این میتونه کمک بکنه به اینکه عراق هم میتونه نقش مثبتی در منطقه ایفا بکنه از جهت اینکه تنش‌های منطقه‌ای رو کمتر بکنه. حالا از صحبت‌های برهم صالح در رسانه‌های عراقی اینطور برداشت شده که اگر نقش آمریکا در عراق کمتر بشه شاید
در دوره بعدی تنش‌های بین ایران و عربستان سعودی افزایش پیدا بکنه و این بتونه تأثیر بذاره بر امنیت و استقرار عراق. و در همین جهته که همونطور که وزیر خارجه عراق هم اشاره کرده و رئیس جمهور عراق هم اشاره کرده، اونا تلاش میکنن برای کنترل منازعات داخلی خودشون اوضاع منطقه‌ای رو کنترل بکنن و از تنش‌های ایران و عربستان سعودی کم بکنن، چرا که همین تنش‌ها میتونه بر اوضاع سیاسی و امنیتی و حتی اقتصادی عراق هم تاثیرگذار باشه. متشکرم از توریسکه صادقی از اربیل در کردستان عراق. جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لیدز انگلستان به ما پیوستن. آقای هاشمی خوش اومدید. چه عواملی باعث شده که ایران و عربستان سعودی به میز مذاکره بیان و چقدر امکان داره که مشکلات دو طرف با این مذاکره حل بشه؟ وقتی شما بخیر. اگر میخوایم جمع‌بندی بکنیم، من فکر میکنم سه عامل وجود داره. یک، رویکرد جدید عربستان در حوزه سیاست خارجی خود که به دنبال احیای نقش منطقه‌ای و جهانی خود هست و در این حال میخواهد کل روابط خارجیش با سایر کشورها و من جمله منطقه اونها را بازسازی و ترمیم بکنه. عامل دوم شدت یافتن جنگ نظامی در یمن هست و خواسته همه جهان دایر بر اینکه این جنگ هر چه زودتر باید خاتمه بیابه. اتفاقا همین آقای هاشمی، با توجه به نقشی که خب جمهوری اسلامی هم در جنگ یمن داره، فکر میکنید این مذاکرات منجر به پایان یافتن جنگ در این کشور بشه؟ ببینید، الان عامل سومی هست در واقع و اون اراده کاخ سفید هست که اون ظاهرا از همه کشورها من جمله عربستان سعودی و حتی ایران درخواست کرده که اونها به گفتگو رو بیارن. اما اینکه واقعا این منتهی به جنگ خواهد شد، اولا توقعات عربستان و هدفی که عربستان داشته بحث کاهش تنش هست، در حد کاهش تنش هست. خاتمه یافتن جنگ در یمن بستگی به اراده سیاسی ایران داره و این اراده سیاسی ما نمیدونیم هست یا خیر. اونچه که ما از نماینده آمریکا و سازمان ملل در یمن هفته گذشته شنیدیم، اونها گفتن همه کشورها خواهان این هستن که این جنگ خاتمه پیدا بکنه. اما واقعیت من فکر میکنم جنگ یمن به دو تا عامل در خصوص ایران ارتباط پیدا کرد. یکی به وضعیت اونچه که به نام انتخابات ریاست جمهوری توصیف میشود بستگی داره و مهمتر از اون به بحث مذاکرات برجامی که الان برگزار هست و این بحث یمن هم بخشی از این موضوعات هست که اگر این موضوعات به نتیجه برسه قطعا موضوع یمن هم تا حدودی حل و فصل خواهد. اما با توجه به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی که گفته گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران سیاست منطقه‌ای رو شکل میدن، چقدر امکان داره که جمهوری اسلامی برای روابط بهتر با کشورهای همسایه دست از حمایت از این گروه‌ها برداره؟ ببینید، آقای خامنه‌ای سه تا نکته بسیار مهمی در این خصوص بیان داشتن که به همدیگر مرتبط هستن و بیانگر رویکرد در واقع و واقعیت سیاست این کشور نسبت به این کشورها هست. یک، اینکه این شیوه و این رویکرد یعنی نفوذ در سایر کشورها و حمایت از شبه نظامیان، این یک رویکرد استراتژیک هست که خامنه‌ای شدیداً از اون دفاع کرده. دو، این کشورها در واقع توصیف کرده به کشورهایی هستند که ضعیف و بیچاره هستند و این نکته بسیار مهمی هست که در واقع بیانگر این رویکرد هست. اگر قرار باشه جمهوری اسلامی میخواد با همین شیوه تداوم پیدا بکنه و با همین نگاه به این کشورها در واقع روابط خودش رو میخواهد اصلاح بکنه، من فکر میکنم این کشورها حاضر نیستن در واقع این معضلات رو حل و فصل یا حتی گفتگو بکنن. به ویژه اینکه خامنه ای تأکید کرده که سیاست خارجی ایران توسط مقامات بالادستی تعیین میشه و وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماتیک فقط مجری هست و کاری در این خصوص نیستن. من فکر میکنم اگر این نقشه رو ترسیم بکنیم، چشماندازی برای در واقع بهبودی روابط ایران با این کشورها حداقل در آن آینده نزدیک نمیبینم. سپاسگزارم از شما. جعفر هاشمی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لیدز. در خبری فوری، پرس تی وی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داده آمریکا و طرفهای اروپایی برجام خواستار تخریب سانتریفوژهای نسل جدید ایران در قبال لغو موقت برخی تحریم‌های مرتبط با توافق هسته‌ای شدند.
پرسیوی گفته ایران این موضوع رو نپذیرفته است. حساب توییتری 1500 ویدیویی از خانواده وحید دامور، یکی از کشته شدگان آبان 98، منتشر کرده که در آن ضمن درخواست آزادی منوچهر بختیاری میگویند با روبودن خانواده های آبان خونین نمیتوانید جلوی دادخواهی ملت ایران رو بگیرید. با درود به ملت تحت ستم ایران، من پدر وحید دامور از کشته شدگان آبان خونین، برادرم منوچهر بختیاری را به جرم دادخواهی پسرش پویا ربودند. با ربودن هر کدام از خانواده های آبان خونین نمیتوانید جلو دادخواهی ملت ایران را بگیرید. هر چه زودتر برادرم منوچهر بختیاری را آزاد کنید. ما دادخواهیم نه اختلالگر. ملت ایران بیدار شوید. ایران هرگز نخواهد مرد. رأی بی رأی. پاینده ایران. پاینده ایران. بله، ویدیوی دیدیم از خانواده وحید دامور. ممنون از اینکه تا این بخش همراه ما بودید. تا دقایق دیگه برمیگردیم، با ما بمونید. به ادامه خبرها خوش اومدید. نگاهی دوباره بندازیم به سرخط خبرها. همزمان با بازگشت تیم مذاکره کننده آمریکا به وین در هفته آینده، بلینکن میگوید مطمئن نیستیم ایران برای به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام جدی باشد. احتمال ادامه مذاکرات ایران و عربستان سعودی در بغداد، خبرگزاری فرانسه میگوید ریاض به دولت بایدن نشان داد اهل گفتگوست. انتخابات سراسری در بریتانیا، بزرگترین انتخابات محلی در 2 سال اخیر در انگلستان، ویلز و اسکاتلند در حال برگزاری است. امروز بزرگترین انتخابات محلی طی 2 سال گذشته در بریتانیا در حال برگزاریه. میلیون ها نفر در انگلستان، ویلز و اسکاتلند برای انتخابات نمایندگان خود پای صندوق های رای می روند. رای دهندگان نمایندگان خود در پارلمان اسکاتلند و ویلز و همینطور 143 نماینده شورای شهر و 13 شهردار در انگلستان را انتخاب می کنند. حوزه های رای گیری از ساعت 7 صبح تا 10 شب به وقت محلی برای حدود 48 میلیون نفر واجد شرایط باز خواهند بود و پیش بینی میشه شمارش آرا به دلیل محدودیت های کرونایی چند روزی طول بکشد. بردیا افشین از مقابل یکی از حوزه های رای گیری در لندن همراه ماست و همکارم بهار خدابنده از مقابل پارلمان اسکاتلند در شهر ادینبورگ به ما پیوسته. بردیا، با تو شروع کنیم. از انتخاب شهردار لندن بگو و اهمیتی که این مسئله داره. همونجوری که اشاره کردی، انتخابات سراسری و مختلف امروز در بریتانیا تو زندگی روزمره مردم این کشور تأثیر داره، از اینکه کی به کی سطل‌های آشغالشون خالی میشه تا امنیت خیابوناشون و همینطور تا اتحاد بیش از 400 ساله سلطنتی بریتانیا که حتما بهاره بیشتر راجع به اون توضیح میده. اما انتخابات شهردار لندن میتونه انتخابات مهمی باشه که تأثیر فرامنطقه‌ای داره. لندن یک شهر جهانی به اصطلاح، شهری که در نظام اقتصاد جهانی تاثیرگذاره. تولید ناخالص ملی این شهر میتونه تا 1/3 تولید ناخالص ملی بریتانیا باشه، چیزی نصف تولید ناخالص ملی هند، اندازه تولید ناخالص ملی مکزیک، اسپانیا و بیشتر از تولید ناخالص ملی ترکیه است. و همینطور بودجه شهرداری لندن از مثلا بودجه کل کشور اوروگوئه بیشتره و پوشیده نیست که لندن در بسترهای دیگه در مقیاس جهانی تأثیر گذاره، فرهنگ، هنر. و خب شهردار این شهر تصدی امور این شهر رو داره و چند دهه است که در واقع به او اختیارات و قدرت زیادی تفویض شده از سوی پارلمان، خودمختاری نسبی داره، برای همین انتخابات بسیار مهمیه. بردیا، چه کسی بخت پیروزی رو در این انتخابات داره؟ می‌دونیم که در نظام پارلمانی بریتانیا نخست وزیر به صورت رأی مستقیم انتخاب نمیشه، حزب اکثریت در پارلمان رهبرش میشه نخست وزیر. اما در شهرداری چون رأی مستقیم داره، حساسیت بالایی وجود داره و مشارکت بالا خواهد بود. صدیق خان از حزب کارگر که شهردار کنونی بخت اول محسوب میشه، اما از دیگر حزب عمده، حزب حاکم بر پارلمان، حزب محافظه‌کار، شون بیلی رقیب او در شورای شهر که 25 نفر عضو خواهند داشت، شورای شهر لندن، به نظر میاد که باز هم بخت برای حزب کارگر بیشتر باشه و بعد حزب محافظه‌کار. اما حزب سبز هم به نظر میاد حزب سوم خواهد بود و چند صندلی رو در شورای شهر 25 نفر اشغال خواهد کرد.
مرسی از تو بردیا. بهار، در مقابل پارلمان اسکاتلند در شهر ادینبورگ هستی. مسئله استقلال اسکاتلند خب جدید نیست. چرا در این انتخابات اونقدر دوباره اهمیت پیدا کرده و استقلال طلبها چقدر شانس پیروزی دارند؟ درست پانتو، اگر خاطرت باشه رفراندوم استقلال اسکاتلند سال 2014 هم برگزار شد که خب توی اون انتخابات 55% مردم این کشور رأی دادن که در بریتانیا باقی بمونن و در واقع رأی نه به استقلال اسکاتلند دادن. منتها مسئله‌ای که در این چند سال تغییر کرده، مهمترین مسئله‌ای که در این انتخابات مطرح میشه و بهش اشاره میشه، مسئله برگزیت یا همون خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است که خب در رفراندوم برگزیت میدونیم که بیشتر از 60% مردم اسکاتلند رأی داده بودند که کشورشون در اتحادیه اروپا باقی بمونه و بنابراین بیشتر استقلال طلب ها و خیلی از مردم که حتی استقلال طلب هم نیستن اینطور فکر میکنن که الان کشورشون برخلاف خواست اونها از اتحادیه اروپا خارج شده و بنابراین تلاش میکنن که استقلال طلب ها رو انتخاب بکنن برای اینکه بتونن شاید باز دوباره کشور اسکاتلند رو به اتحادیه اروپا برگردونن. در مورد اینکه چه کسی شانس پیروزی بیشتری داره، حزب ملی اسکاتلند یا SNP که الان حزب حاکم هست، حزب استقلال طلب هست و یکی از در واقع اولویت های اصلیش در این انتخابات برگزاری رفراندوم استقلال هست، همچنان در نظرسنجی ها به نسبت بسیار زیادی به نسبت احزاب مقابل، احزاب دیگر، 5 حزب اصلی اسکاتلند جلوتر هست. انتظار میره که حدود 48% از کرسی های این پارلمان رو بتونه تصاحب بکنه بار دیگه و این در مقابل حزب محافظه‌کار و حزب کارگر هست که هر کدوم انتظار میره که 21% از کرسی ها رو بتونن از آن خودشون بکنن. بنابراین به نظر میرسه که استقلال طلب ها بار دیگه اکثریت این پارلمان رو بتونن به دست بیارن. پس به نظر میرسه که استقلال طلب ها شانس بزرگی در به دست آوردن اکثریت دارند. اما بهار، قدم بعدی برای اونها بعد از این انتخابات چه خواهد بود؟ ببین، خب با توجه به شرایط همه‌گیری کرونا در حال حاضر یک در واقع توجه جمعی به این موضوع وجود داره، یک توافق جمعی سر این موضوع وجود داره که الان در این شرایط موقعیت مناسبی برای برگزاری رفراندوم شاید نباشه. خود خانم نیکولا استرجن رهبر حزب ملی اسکاتلند که حزب حاکم اینجا هست الان هم این موضوع رو بهش اشاره کرده، اما وعده دادن که به محض اینکه از این همه‌گیری از طریق واکسیناسیون عبور بکنن تلاش خواهند کرد که رفراندومی رو برگزار بکنن، رفراندوم استقلال رو در واقع بار دیگه دوباره برگزار بکنن. من این گفتگویی داشتم با یک تحلیلگر سیاسی در این شهر، در شهر ادینبورگ، خانم جودیت سیسترمند، که توضیح میدن در مورد اینکه مسئله رفراندوم استقلال اسکاتلند در شرایط کلی این کشور در جامعه بین الملل چطور تاثیرگذار خواهد بود. موافق باشی حرفای او رو بشنویم و باز برگردیم. درباره سیاست‌های خارجی در یک اسکاتلند مستقل، طرح‌های مختلفی از طرف احزاب مختلف مطرح شده. بیشتر این طرح‌ها از پیوستن اسکاتلند به نهادهای بین‌المللی حرف می‌زنند. به عنوان مثال، پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا. ناتو برای تأمین امنیت در اسکاتلند مطرح شده و اتحادیه اروپا برای گسترش روابط اقتصادی. طرفداران استقلال اسکاتلند رو با کشورهای شمال اروپا و ایرلند مقایسه می‌کنند، اما مباحث زیادی هم در مورد نقش اسکاتلند در جامعه جهانی بدون استقلال مطرح شده. احزابی مثل حزب کارگر و لیبرال دموکرات معتقدند اسکاتلند به عنوان بخشی از بریتانیا هم میتونه صدای رساتری در سطح بین‌المللی داشته باشه. بنابراین بجز مسئله استقلال، سیاست‌های خارجی هم در این انتخابات مطرحه. مسئله مهم در مورد جایگاه اسکاتلند در جامعه بین‌المللی اینه که همه پرسی استقلال چطور برگزار بشه. آیا با استانداردهای بین‌المللی مطابقت داره؟ آیا توسط دولت مرکزی در لندن به رسمیت شناخته شده؟ اگر به عنوان مثال به جریان استقلال کاتالونیا در اسپانیا نگاه کنیم، دولت مرکزی اسپانیا حاضر به پذیرش رفراندوم نشد و حتی دولت کاتالونیا رو تنبیه کرد. بنابراین پذیرش اسکاتلند به عنوان یک کشور مستقل بستگی به واکنش دولت مرکزی بریتانیا داره. اسکاتلند نقش مهمی در بریتانیا داشته. برخی معتقدند که اسکاتلند توسط بریتانیا سرکوب میشه، اما این درست نیست. تفاوت بریتانیا با اسپانیا در مسئله استقلال اینه که دولت مرکزی اسکاتلند ولز و ایرلند شمالی رو به عنوان قدرت‌های جدا پذیرفته، اما اسپانیا کاتالونیا رو بخش جدا ناپذیری از خودش می‌دونه و این تفاوت اصلی بین جنبش استقلال طلب در بریتانیا با کشورهای دیگه است.
بله همونطور که تو حرفای دکتر سیسترمنت هم شنیدیم، خب الان مسئله استقلال اسکاتلند یک بخش بزرگیش، حتی مسئله برگزار کردن رفراندوم هم یک بخش بزرگیش به دولت مرکزی بریتانیا ارتباط داره و دولت مرکزی در واقع باید این اجازه رو بده، که ما از حرفای بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در این چند روزه هم بارها قبلا هم شنیدیم که موافق نیستن با برگزاری دوباره این رفراندوم. برای همین هم اگر که در واقع حزب ملی اسکاتلند موفق بشه در این انتخابات که رأی اکثریت رو بیاره، احتمالاً در چند سال آینده با چالش‌های زیادی روبرو خواهد بود برای برخورد با دولت مرکزی بریتانیا برای به دست آوردن حق برگزاری رفراندوم در این کشور. سپاسگزارم از هر دوی شما. بهار خدابنده در مقابل پارلمان اسکاتلند در ادینبورگ و بردیا افشین در مقابل حوزه انتخاباتی در لندن. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره واکسیناسیون شهروندان ایرانی فاقد شناسنامه و کارت ملی گفت وزارت کشور برای این افراد کد مهمان صادر خواهد کرد. علیرضا رئیسی همینطور گفت برای واکسیناسیون اتباع خارجی درخواستی برای مجامع بین‌المللی ارسال شده تا سهمیه واکسن کوواکس استفاده شود. رئیسی اضافه کرد کوواکس متعهد شده که تا 3 هفته آینده دومین محموله واکسن کرونا را به ایران تحویل بده. او گفته پیشبینی برای واکسیناسیون سالمندان تا پایان خرداد ماه است، اما فعلا هیچ برنامه‌ای برای واکسیناسیون افراد زیر 18 سال نداریم. او گفت قرار است طرحی به رئیس جمهور ارائه شود که بر اساس آن به جای تعطیلی نیم بند همه جا به مدت 10 روز تعطیل شود. محمد رضا قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد که تست کرونا 3 نفر از 11 تاجر هندی که 2 هفته پیش وارد قم شدند مثبت شده. او گفت که 300 نفر از افراد مرتبط با این مسافران هم تست گرفته شده که نتیجه تست 5 نفر از اونها مثبت بوده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد از لغو مالکیت معنوی واکسن‌های کرونا حمایت می‌کند. در همین رابطه خبرگزاری رویترز گزارش داده با کاهش تقاضا برای واکسن کرونا در آمریکا، برخی از شهروندان کانادا به منظور دریافت این واکسن به ایالات متحده سفر می‌کنند. این در حالی است که نخست وزیر کانادا گفته همه شهروندان این کشور که به واکسن کرونا نیاز دارند تا پایان ماه سپتامبر واکسینه می‌شوند. همزمان شرکت مدرنا اعلام کرد نتایج اولیه آزمایش واکسن کرونا تکمیلی جدید این شرکت بر انسان نشان می‌دهد که این واکسن در برابر گونه‌های جدید این ویروس که در برزیل و آفریقای جنوبی دیده شده ایمنی بدن را افزایش می‌دهد. رئیس سازمان جهانی بهداشت از تصمیم آمریکا برای حمایت از لغو مالکیت معنوی واکسن کرونا حمایت کرد و آن را لحظه‌ای تاریخی توصیف کرد و گفت می‌توانیم دنیا را واکسینه کنیم. او گفت این نمونه از تأثیر قدرتمند رهبری آمریکا در مقابله با چالش‌های بهداشت جهانی است. شرکت فایزر که یکی از اصلی ترین تولید کنندگان واکسن کرونا است، نزدیک به 26 میلیارد دلار تنها از طریق فروش این واکسن درآمد خواهد داشت. به گفته مقامات این شرکت، واکسن کرونا مثل واکسن آنفولانزا به یک رویه معمولی در زندگی ما بدل خواهد شد و این شرکت‌ها بعد از فروکش کردن موج‌های پیاپی کرونا باز هم سودی سرشار از آن خواهند داشت. گزارش هومن میرقاسمی رو ببینیم. شرکت داروسازی فایزر اعلام کرده تنها در 3 ماهه اول سال 2021 3.5 میلیارد دلار درآمد داشته از فروش واکسن کرونا. با توجه به قراردادهایی که این شرکت داروسازی امضا کرده، هنوز 1.6 میلیارد دوز واکسن کرونا باید تحویل مشتریان داده شود. به عبارت دیگر، آیدی این ابر شرکت از واکسن کرونا تا پایان سال جاری میلادی 26 میلیارد دلار خواهد بود. با این حال، گزارش‌های در مورد لخته شدن خون در افرادی که واکسن کرونا آسترازنکا دریافت کرده بودند، مطرح شدند. اختلالی که در مواردی منجر به مرگ افراد هم شده. فایزر از این موضوع سود میبره. به همین خاطر که فایزر قراردادهای بیشتری بسته و دوزهای بیشتری از واکسن رو تحویل داده. واکسن‌های بیشتری هم قراره حتی سال آینده تحویل داده بشن تا کشورها بتونن شیوع بیماری رو محدود کنن و جلوش رو بگیرن. با هدف اینکه قادر باشن واکسن کرونا رو مانند واکسن آنفولانزا به طور سالیانه به مردمشون برسونن.
شرکت‌های آمریکایی مدرنا و فایزر تنها عرضه کنندگانی هستند که از فروش واکسن کرونا سود می‌برند. سودی که فایزر آن را با شریک آلمانیش بیونتک به طور مساوی تقسیم می‌کند. ولی شرکت‌های داروسازی آسترازنکای بریتانیا و جانسون اند جانسون آمریکا تصمیم گرفتند واکسن‌های کروناشان را تا پایان همه‌گیری به بهای تمام شده بفروشند بدون سود. این در حالی است که انتظار می‌رود سازمان غذا و داروی آمریکا به زودی اجازه تزریق واکسن کرونا فایزر را به افراد بین 12 تا 15 سال هم صادر کند. از سوی دیگر فایزر اعلام کرده تا یک سال پس از دریافت دو دوز واکسن، یک دوز سوم به نام دوز تقویتی هم باید تزریق شود. با توجه به بحران انسانی که در هند در حال وقوع است، گروهی از کشورهای در حال توسعه به رهبری هند و آفریقای جنوبی از سازمان تجارت جهانی خواستند قوانین محافظت از مالکیت فکری واکسن کرونا را در زمان همه‌گیری کاهش دهد. با هدف تحت فشار قرار دادن شرکت‌های داروسازی و متعاقباً تضمین دسترسی کشورهای کم درآمد به واکسن از طریق کاهش قیمت و یا همکاری با سایر شرکت‌ها برای افزایش ظرفیت تولید. درخواستی که فایزر و دیگر شرکت‌های داروسازی به شدت با آن مخالفند. تزریق بیشتر واکسن کرونا فایزر یعنی درآمد بیشتر برای این غول صنعت داروسازی که حالا به نظر می‌رسد توانسته بازار واکسن کرونا را تحت سلطه خود درآورد بدون توجه به کشورهایی که توانایی خریدش را ندارند. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال. و در پایان این بخش خبری سری بزنیم به اسرائیل. یک تک تیرانداز سابق ارتش اسرائیل از تخصصش در جنگ برای خلق آثار هنری استفاده میکنه. دیوید رویتمن از شلیک به رنگ برای خلق تابلوهای نقاشی استفاده میکنه. این سرباز سابق میگوید این کار رو برای بازیابی ذهنش انجام میدهد و دلیلش بیزاری از جنگ است. Got them late, not good. Okay, 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 okay.